Yani doğru söyledi değil mi? Lan bad boy sana. O ha. Okey. Bade ver. بنام خالق زیبایی ها، درود بر شما عزیزان دل، رفقای خوبم در پایه نهم، خیلی خوشحالم با شما عزیزان هستم، همگی عالی و دوست داشتنی هستید. ممنونم خانم زینب، ممنونم خانم سارینا. آرزوی بهترین لحظات رو براتون دارم. همه به به خانم ترنم، خانم زینب، خانم غزل، خانم ستایش، خانم سارینا. حل دیگه، بریم. وقتش گازشو بگیریم. ممنونم خانم ترنم. ستشم بگو کجا این فقط همین جایی این 117 کار در کلاس سواله سلام استاد خسته نباشی شما هم خسته نباشی خوبی عزیز مرسی مم استاد صفحه 116 کل فعالیتش حل کردیم قسمت یه دونه بخششمون که حالا خود کتابم جواب داده همون که قرینه بعد میکردیم رد کردیم استاد بعدی بیه بود اون پایین هه آره قسمت هه آره اون آخریه این نکتهش خود توضیح بده برامون ببینم چی میگه اینجا گفته بی منهای پنج به روی پنج منهای بی منهای پنجو که خودشو نوشته اومده برای ساده سازی دیده ساده نمیشه گفته اگه من عبارت پایینو قرینش بکنم با عبارت بالا برابر میشه پس میتونیم اینا رو ساده بکنی اومده یه دونه منفی پشت اون عبارت دوم یه گذاشته و قرینش کرده یعنی گذاشته بی منهای پنج که اگه ما اون منفی رو توش تاثیر بدیم میشه پنج منهای بی همون اولیه بعد حالا بی منهای پنج با بی منهای پنج پایین ساده میشه خط میخوره میشه یک از اونجایی که یه دونه منفی توی مخرج داریم میشه منفی یک جواب نکتهش چیه ستایش میگه اگه تو صورت یه عبارتی دیدی تو مخرج باید مثل همون باشه تا بشه یک وقتی میبینی جابجا شدن یعنی علامت مثبت و منفی جابجا شده حق نداری صورت رو با مخرج یه جا ساده کنی چرا اگه بی منهای پنج توی صورت بود همون عبارت توی مخرج بود من میگفتم کل این چون جمع و تفریق بود نمیتونستم یکی یکی برم اما کلش میشد یک اما اینجا بازیش اینجوریه که شما تا وقتی که دقیقا مثل خودش نداشته باشی نمیتونی ساده کنی حالا داره میگه بچه ها یادتون باشه اگه دیدید دوتا عبارت به هم شبیهن ولی دقیقا مثل هم نیستن شاید با فاکتور گرفتن از یه منفی بتونید دومی رو با اولی شبیه کنی دست درد نکنه باری کلا به خودت عالی نکته خوبی بود و ممنون که انقدر حواس جمع و بهمون گفتی کجایی پس ما میتونیم از علامت ها هم فاکتور رو بگیریم اینم یه نکته مهمه صدر جان بعدا یه دونه آبی بگیریم خب کار در کلاس از خودت شروع کنیم یکی یکی بریم دیگه چون میخوای تمرین حل کنی خودت حل کن دیگه از خودت شروع کنیم بعد یکی یکی بچه دور بچرخه دیگه بعد همینجوری به نوبت خودتون همراهی کنید کلاس رو اوکی کنید تمرین اولی که میخوایم انجام بدیم در حقیقت یه M2 منهای 16 یه 4 منهای M حالا با اون نکته‌ای که خودش گفته بود میخوام یه دونه تمرین خوشگل حل کنیم برو نمیگی؟ ستایش نمیگی؟ بگم استاد آره بگو یکی حل کن یه دونه کامل حل کن بعد الف ام به توان 2 منهای 16 به روی 4 منهای ام خب بالای چون منهای یه دونه تمرین بود قبلیش به علاوه بود بچه چون گفتی اتحاد مزدوج نمیشه چون وسطش جمعه اما اینجا علامت تفریق داره پس این اتحاد مزدوجه از اونجایی که مربع هم هست پس می‌نویسیم ام منهای 4 در ام به علاوه 4 بعد پایین هم می‌نویسیم 4 منهای ام خودشو می‌نویسیم بعد برای ساده سازی ام منهای آها گفتیم از علامت ها میتونیم فاکتور یعنی بیان فاکتور بگیریم آسان. این 4 منهای ام رو میایم قرینش میکنیم یعنی یه دونه منفی پشتش میذاریم می‌نویسیم منفی ام منهای 4 مثل همون ه بعد حالا یه دونه 4 منهای ام داریم که اون بالا هم یه دونه ام منهای 4 داریم که ساده میشن با هم دیگه از صورت یه دونه ام به علاوه 4 میمونه مخرجم چون قرینش کردی یعنی خط زدیم یه دونه 1 میمونه پشتش یه دونه منفی داره پس توی مخرجم میشه منفی 1 باریک الله دست درد نکنه پس با ترفند اتحادا و فاکتور بهت گفتم تو فصل 7 ما همیشه دو تا ستایی با هم کار داریم حالا تمرینایی میرسیم که بعد 4 تا روش فاکتور بگیریم تجزیه کنیم اتحاد بریم حالا این مونده
نگاه کن صورت کار خودشو داره میکنه، در نهایت تو برای ساده کردن، چون امو دارم میبینم، چهار رو دارم میبینم، شانزده رو دارم میبینم، ام دو رو دارم میبینم، اینا چون به هم ربط دارن تهش تو باید بتونی اینا رو خوشگل ساده کنی. چجوری میتونی ساده کنی؟ اگه اتحاد بلد باشی، اگه تجزیه کنی، اگه خوردشون کنی، اگه تبدیل به ضربشون کنی. نکته اصلی اینه، اگر تبدیل به ضربشون کنی. ممنون از ستایش عزیزم. بریم به نوبت نفر بعدی. سلام استاد، وقتتون بخیر. درود بر شما. چطوری سارینا جان؟ خوبی عزیز؟ ممنون، مرسی. شما خوبی؟ بله، متشکرم. صدای قشنگ شما رو میشنویم. خوبی؟ ان شاءالله که برقرار بشی. دومی رو زحمت چی میکشی؟ خب گفته که 6 ام به علاوه 18 به روی 7 ام به علاوه 21. خب ما میتونیم از اولیه 6 رو فاکتور بگیریم. خب چون که هر دو تا عددو به 6 بخش پذیرن. ام چی؟ از 6 فاکتور میگیریم. از ام چی سارینا؟ میشه. نه دیگه، چون جفتش ام نداره نمیتونیم از ام فاکتور بگیریم. بسیار عالی. خب پس عدو. میشه 6 از 6 اگه فاکتور بگیریم میشه ام به علاوه 3، 6 پرانتز باز ام به علاوه 3. باریک الله. بعدش از پایینی هم میتونیم 7 رو فاکتور بگیریم. باریک الله. چون 7 تا میشه 21، میشه 7 پرانتز باز ام به علاوه 3. باریک الله. حالا کین ام به علاوه 3 میتونم با هم یه پرانتز کاملا میتونم با هم خط بخورم، میشه 6 7. بی‌نقص بود. بی‌نقص. فوق‌العاده دست درد میکنه. عالی بود، متشکرم. بریم برای نفر بعدی. سلام زینب جان، درود بر شما. خوبی عزیز؟ ممنون، سلامت باشید. خب آ دو منهای 5 آ منهای 14 بر آ دو به اضافه آ منهای 2. خب ما این هم میگیم متد مشترکه، پس آ منهای 7 در آ به اضافه 2 میشه اون 5 آه. پس همینو می نویسیم دیگه، نمیم سراغ ضرب بعدی 14. فقط زینب بعد توضیح میدی برامون چی جوری اینجوری شد؟ چی جوری شما مثبت 2 منهای 7 رو پیدا کردی؟ برای اینکه دیدیم این 5 آه، پس باید جمع اون دوتا عدد مختلف بشه 5 منهای 5. بعد باید ضربشون هم 14 بشه. خب ما میایم میگیم که 1 14 تا که نمیشه، 2 7 ولی میشه. 2 7 بعد چون میبینیم منهای 5 پس عدد بزرگه باید منفی باشه. باریکر. پس منهای 7 در آ به اضافه 2. آفرین. پایینم آ 2 به اضافه آ منهای 2. خب میایم میگیم که این در دو تا آ که باید باشه، بعد بعدیش باید یه مثبت 2 باشه، یکیش هم منفی 2 که این منفی شه 2. منفی 2؟ نه، مثبت 2 در آ منهای 1 که 2 منفی شه. منهای 1. آفرین. بله. خب حالا میایم آ دو خط میزنیم، میشه آی منهای 7 بر آی منهای 1. باریکالله، بسیار بی‌نظیر و عالی و حرفه‌ای. دستت هم درد نکنه. عالی بود، متشکرم. بریم بر نفر بعد. استاد منم فکر. بله بفرمایید. بله درود بر شما. کسی چیزی نگفت؟ بفهمید. عصبانی نباش. اصلا نمیدونم چی به چی عصبانی نیست. میخوای دوتا سه تا تمرین هم کنی؟ سه تا خوبه، چهار تا خوبه. فقط ناراحت نباشید. یکی هم زیاده. دست شما درد. فقط صدات یه ذره ضعیفه. صدات یه ذره آره. یه ذره نزدیکتر بگی میکروفون، اوکیه. در خدمت هم. الان میتونم بهتر شد. صدا جان ببین اینجا میتونی از صداشو بهتر کنی. خب شما شروع کن عزیز، بفهمید. استاد من گفتم چیز بلد نیستم از این فصل. بلد نیست؟ پس الان میگفتی نوبت منه، بعد میگی من بلد نیستم. ما رو گرفتی؟ ابی نداره، میدونی قانون چیه. ناراحتی گفتم نوبت منه. قرار رو با هم حل کنیم. اوکی. تو قسمت دال یه ایکس چهار میبینم، یه ایکس چهار. فقط جوابای منو بده، اون چیزی که میخوام بهم جواب. بله. تو سه عبارت تواندار دارم، بینش یه منفیه. تو رو یاد کدوم اتحاد میندازه؟ مزدوج. باریکالله. اما تو مزدوج همیشه توان 2 بوده، حالا توان 4ه، مشکلی نداره. مگه من x2 منهای y2 رو نمی کردیم x به اضافه y در x منهای y؟ مشکلی داشت؟ نه، درست بود. الان به هر کدوم یه توان 2 میدیم که بشه 4. پس حالا به جای توان 1 با توان 2 کار کنیم.
x2 x2. میدونی چی داره میگه؟ میگه همیشه یه دونه اتحاد تو دلش نیست، شاید یه عبارتی باشه که تو بتونی چند تا اتحاد دیگه ازش بکشی بیرون. حالا عزیز y4 هم تبدیل کنیم به چی؟ دو تا y2 دیگه که منفی باشه یکیش مثبت باشه بشه مثبت. حالا به من بگو ببینم غزل جان، ما در مورد x2 به اضافه y2 اتحادی داریم؟ آره دیگه فکر کنم چون مثبت مربع میشه دیگه. نداریم. ببین اینو یادت باشه، چون مثبت نداریم بذارش کنم. خب این بعد داشتن نیست؟ وصلی؟ بله استاد. چرا چی نمیگی؟ ما تو مفوت درس شدی. میدونم من خیلی قشنگ درس میدم ولی تو هم یه همراهی بکن. بله شما کارتون درست نیست. محبت داری. نه حالا عشق گذاشته x2 منهای y2 اینجا. خب بله. تو یه کدوم اتحاد میندازه؟ منهای y2 دوباره مزدوج. آفرین دوباره مزدوج. x منهای y قبوله تا اینجا؟ بله. یه چیزی گفتش ستایش اول جلسه‌مون، گفت ایگرگ منهای ایکسی که تو مخرجه، من اگه بخوام یه ذره خوشگل ترش کنم، چون بالا داری میبینی دیگه، من از منفی فاکتور میگیریم که بشه ایکس منهای ایگرگ. قبوله؟ یعنی من داخل پرانتز بنویسیم ایکس منهای ایگرگ. باریکالله. پس من اینو تا اینجا برم جلو برات، ایکس دو ایگرگ دو، ایکس دو ایگرگ دو یه فاکتور. حالا ایکس دو ایگرگ دو رو کارشو نمیتونم بکنم، خودشو میارم جلو. اما اون دومی رو میتونم بشکنمش، که شکوندمش بشه دو تا ایکس منهای ایگرگ. حالا به دو چیکار کنم؟ خب الان یه دونه از این ایکس، یعنی ایکس منهای ایگرگ پایین رو با یکی از اون بالایی ها خط میزنیم. باریکالله. خب که چی بشه؟ پایین یه دونه منفی یک میمونه. آفره. اون بالا ایکس دو مثبت ایگرگ دو داریم، در ایکس مثبت ایگرگ ضربش میکنیم میشه ایکس مثبت. نمیخواد. این همین هدفش اینه که تو فاکتورها رو بری ساده کنی. تمومه. منفی رو بذار پشت هرچی تو صورت مونده. تمومه. ضرب دیگه نکن. تمومه. آه یعنی همونو بنویسیم. آره عزیز. کار... تمومه. حالا دیدی بلدی؟ غزل چقدر تو متواضعی. چقدر ما میدونیم تو بلدی، نمیخوای بروز بدی، متواضع انقدر نباش. دیدیم این قشنگی حلش کردی؟ نگو بلد نیستم، بگو بلدم، با هم کمک کنیم حل کنیم. به این قشنگی حل کردی، دو تا اتحاد مزدوج تو دلش بود در آوردی، فاکتورم که خودت گرفتی، پرچمت بالاه. باریکالله. بهتر از این دست درد نکنه. آفرین به تو. نفر بعدی خانم ملینا مونده، خانم ترانه هم مونده. استاد خسته نباشی. ملینا خوبی؟ سلامت باشی. ممنون، مرسی. شما خوبی؟ خدا وکیلی. بله صدای قشنگ شما رو میشنم. خدا وکیلی کجایی؟ استاد من یک شنبه یکم درسم سنگین مدرسه، واسه همین تا میرسم خونه و کلاس دیگم رو میرم متاسفانه یه هایی نمیرسم. اینطوری میشه. پس فیلم ها رو ببین حتی. حتما. آره ولی جات خیلی خالی. بله. فکر نکنی به یاد نیستیم و برای ما اصلا یه جلسه نبودی اینجا، به یاد تو یه سوال حل نکردیم، گفتیم مثلا این نامتون نبودی. مرسی. خب ولی دوست داریم باشی، حالا انشالله که برنامه را بده بیای، ولی جات خالی نه، ما به یادت هستیم. لطف دارین شما. ممنون. تعمیر حل کردن ها فعالیت ها همیشه پیش روم هست، دست درد نکنه. ممنون، مرسی. خب بریم برای سوال دو. سوال دو، عبارت آ به علاوه آی ایکس آم به دو شکل ساده شده، کدام درست و کدام نادرسته؟ الف گفته آ به علاوه آی ایکس رو با آ خط زده، یعنی فاکتور گرفته، ولی خب این اشتباهه به نظرم، چون آی ایکس با آ خط نمیخوره. ما میتونیم آ رو با آ بزنیم ولی آی ایکس رو با آ نمیتونیم بزنیم، اگر اشتباه نکنم. ببین تو الف، نه صبر کن، تو الف میدونی چی میگه؟ میگه حتی اگه داری شبیه میبینی، فکر خط زدن رو از سرت بیار بیرون. حتی اگه بالا آ داری پایینم آ داری، حق نداری این کارو بکنی. بله. تو بله. داره میگه. یعنی اصلا تو اینجور مثلا تو همچین چیزی نمیتونیم آ رو با آ حتی خط بزنیم. نه جمع و تفریق. درست آ خودش تو ایکس ضرب شده ولی قبل از آ یه منفیه،
آب با یه بله. چیزی جمع و تفریق شده. فکر حذف کردن آ رو از سرت بیاد بیرون. بیا تو تمرین قبلیه اینجا مگه x منهای y رو نمیشد پیدا کنی ساده کنی یا اینجا بله. تو قبل از این یکی دیگه هم بذار بیام عقب تو این قبل از این الان ما بالا آ داریم اتحاد جمله مشترک پایینی هم آ داریم ولی باز نمیتونی ساده کنی حرفش اینه میگه ببین تا زمانی که تو اینو تبدیل به ضرب نکنی اجازه ساده کردن نداری پس درسته. حتی شبیه هم دیدی نباید ساده کنی خب پس آره تو ب میگه که اومده اینجا نیومده خط بزنه اومده فاکتور گیری کرده از چیز از آ بله بله از یه آ که گفته آ ضرب در آ به علاوه یک به علاوه x روی آ یعنی x رو به علاوه یک از آ فاکتور گرفته که آب اینجا میتونیم فاکتور گیری کنیم دیگه یعنی آ رو با آ خط بزنیم یک به علاوه x رو بنویسیم باریکالله حالا چرا وقتی آ رو فاکتور گرفته اومده بیرون یک به اضافه x مونده؟ یک به اضافه x مونده چون یه دونه ax هم داشتیم دیگه بعد اومدیم از آ هم فاکتور گرفتیم دیگه ببین دوتا جمله من مگه آ به اضافه ax نیست؟ بله شما باید تک تک اینا رو بر عامل فاکتور تقسیم کنی تقسیم کنید حالا آ با آ بره میمونه یک به اضافه x اینجوری x درسته؟ بله بله ببینم خانم ملینا ما اینجا الان میتونیم این کارو بکنیم یا نه الان میتونیم دوتا آ رو ساده کنیم یا نه آره اینجا گفتم که دوتا آ رو میتونیم ساده کنیم چون به خاطر اینکه همین چیزی که خودتون گفتین ما توی این اینو صورت رو بعد تقسیم بر مخرج کنیم بعد از آ هم فاکتور گرفتیم که گفتیم میشه یک به علاوه ایکس ولی باریک. توی قبلی نمیتونیم بیایم خط بزنیم مثلا آ ایکس رو با آ خط بزنیم اینجا اومدیم از یه دونه آ فاکتور گرفتیم چون خود آ تو پرانتز ضرب شده بله حالا ضرب اجازه داری دوتا آ رو با هم ساده کنی دیگه درسته؟ بله 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 ممنون مثل خواهش. همیشه عالی مثل همیشه پر انرژی لذت بردم متشکرم خب بریم برای تمرین خانم ترنم مونده سارینا نوشته منم همش بیادشم راست میگه واقعا سارینا خیلی بیادته واقعا آره بیا خانم ترنم بیا ترنم تغییر نقششو بزن ترنم بیا دسترسی میکروفون برام میزن غیر فعال خب بچه ها بعدم راهنماییت میکنن چه جوری باید بری اینو اوکی کنی اگه بلد نیستی بچه ها بهت میگن یه قفلی اون بالای صفحه است که باید بری اونو بزنی و فعالش کنی ولی خب حالا دوست داشتم صداتو بشنوم یه دور بچرخه پس بچرخه استاد بگم بله محبت کنی خام ستش خب گفته برای هر عبارت گویا مقادیر رو به دست آورید که عبارت به ازم تعریف نشده باشه یعنی مخرج برابر با صفر باشه الف گفته 5x به روی 3a بی 2 خب ما گفتیم به صورت کاری نداریم مخرج رو میایم حلش کنیم یه دور یعنی a بعد ضرب در 3 ضرب در 0 میشه 0 پس ما a و بعد برابر با صفر قرار بدیم بی 2 هم که طبعاً اونم باید صفر باشه دیگه در هر صورت آبی کلا باید صفر باشن تا این کس تعریف نشده باشه باریکالله مخرجش بشه صفر چه آ صفر باشه که تو بی دو و سه ضرب بشه چه بی دو صفر باشه که بی بوده به توان دو رسیده تو آ و سه ضرب بشه در هر صورت باید این دوتا تکلیفشون روشن بشه پس بی و آ بهتره اصلا تصویر رفت تصویر رفت اینو باید چه کنیم نمیدونم برای من رفت یا ممنون که گفتی حالا هماهنگش میکنم فکر کنم زنگ داره میخوا پس A و B باید هر دو باشن صفر ممنون از خانم ستایش عزیز دور به چرخ خانم سارینا بفرمین استاد گفته که نوبت شما بود دیگه بله بله نه آفرین به خدا نه 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 من به خاطر اینکه یه موقع خودم
حواسم پرد نشه یا نه ذهنم پرید، تو ذهنم هست که چجوری چرخید. بله بفهم. بله بفهم. خب ما باید مخرج مساوی صفر قرار بدیم، یعنی x تو پرانتز 2x منهای 6 رو باید مساوی صفر قرار بدیم. قبل اینکه این کارو بکنیم صورت ها ایگره گن دیگه، صورت ها مخرجش کلن ایگره گن، درسته؟ آها بله بله میتونیم آه. پس ایگرگ پایینیه رو با دو ایگرگ بزنیم. خب که خب ایگرگش میره دیگه، یعنی میشه دو ایکس دو ایگرگ مساوی دو ایگرگ منهای 6 مساوی 0. یعنی شما میگی این بعد مساوی 0 بشه. خب فقط میمونه چی؟ 6 دوم که میشه 3. بله یعنی میشه 3، یعنی ایگرگ میشه 3. یعنی اگه ایگرگ 3 باشه میشه پس اون ایگرگ مساوی 0 که من به دست آوردم چیه؟ نه بعد ایگرگ رو توی پرانتز ضرب کنیم؟ نه ببین وقتی شما صورت سوال رو بخون گفته مقادیری رو به دست بیار که عبارت به ازای اونا تعریف نشده باشه، اصلا شما دیگه کاری به صورت نداری. خب نداری. یه موقع تو سوال اینجوری میگه حاصل عبارات زیر را به دست آورده تا حد امکان ساده کنید و بگید به ازای چه مقادیری تعریف نشده است. اونجا مجاز بودی این کارو کنی، اما اینجا اگه این کارو کنی دامنه ایگرگو از بین میبری. شما یه چیزی بعدن تو توابع میخونی تو دهم یازدهم دوازدهم که باید دامنه بگیری ازش، یعنی مقادیری که این عبارت رو صفر میکنن رو بتونی همه شو در نظر بگیری. پس نباید ایگرگو صفر کنی، ایگرگو با بالا ساده کنی. حالا متوجه شدم. آها حالا یه ایگرگ دارم، اولا این که به خاطر اینکه ساده نکنی یه دو ایگرگ منهای 6 داره. خب سوال من جواب بده سارینا، دو تا عدد تو هم ضرب شدن شدن صفر، سه حالت به من بگو که این بشه صفر. خب یکیشون حتما صفر بوده، یا اولی صفر بوده دومی عدد که شده صفر، یعنی مثلا ایگرگش میتونه صفر بوده باشه. پس اولی میتونه صفر باشه. خب ایگرگ 3 میتونه باشه همونجوری که یا دومی صفر بوده که دو ایگرگ منهای 6 مساوی 0 دو ایگرگ مساوی 6، یا کلن پرانتز صفر بوده. آفرین. یا این بوده یا هر دو صفر بودن، یعنی سه حالت میتونه واسه این بشینه. قبوله؟ بله. خب پس شما تو قدم اول دامنه رو از بین نباید ببری چون مقادیر رو میخوای، تو قدم دوم یا اینو صفر کن یا اینو صفر کن، یا جفتش صفر میشه که میشه صفر. در هر صورت دو تا مقدار برای تو به دست میاد. کدوم مقادیری که الان بذاری به جای ایگرگ صفر میشه؟ صفر و سه. بیان ریاضی شما من بگو، دامنش تمامی اعداد حقیقی به جز صفر و سه. باریکالله. این دیگه حرفش نخواسته بود اینو بنویسی، ولی ما اینو حرفه اینو بشت به جز صفر است. چرا؟ چون این دوتا اینو صفر میکنن. دستت هم درد نکنه سارینا جان. ممنون. اگه باز عصبانی میتونی یکی دیگه هم حل کنی. شما امروز یه مقدار همه تون من نمیدونم غزل که اونجوری به من گفت سارینا که ناراحت نباشید. ما کتاب ریاضی نهم تموم میشه به خاطر شما دهم شروع میکنیم تمرین اون حل کردم. تمرین زیاد. بله بفرمایید. هرس نخورید. دنیا ارزش نداره. نفر بعدی خانم زینب. بفهمید زینب جان. خب الان دو پی بر پی دو منهای پی منهای دوازده. خب میفهم که این جمله مشترک بوده، پس باید بیاییم ببینیم که دو تا جمله باید در هم ضرب بشن که بشه دوازده و تفریقشون از هم بشه منفی یک، پس عدد بزرگ منفیه. بعد میایم میگیم حالا این دوتا، یعنی یک دوازده تا دو شیشتا، سه چهار تا چهار منهای سه همیشه منفی یک، پس درسته. پی و منهای چهار در پی به اضافه سه میذاریم چون باید بزرگه منفی باشه. بعد حالا میگیم قرینه این دوتا باید باشن تا این صفر بشه، پس میایم میگیم دی در صورتی که آر منهای مثبت چهار و منهای سه باشه. باریکالله. چقدر قشنگ به این نکته اشاره کردی که وقتی چشمون به پرانتز خورد زود عجله نکنیم، که بی نهایت دانش آموز خوبام اشتباه کرده بودن و چقدر قشنگ توضیح دادی. حالا یه سوال از تو، چرا خدا وکیلی هرچی جمله مشترکی بهت میخوره؟
هر چی بپرسید میخوره جمله مشترکه چیه؟ آسونه. قرارداد بستی با این جمله مشترکه. آره آسونه. ولی دست درد نکنه، خیلی قشنگم توضیح میدی اتفاقا. خوبه که بهتون. بله. عالی، متشکرم. جان. خانم حسنی چون مشکل دسترسی دارن من اوکی با. خانم حسنی هستی در سر کلاس؟ خانم حسنی هستی؟ خب ببین ما الان تصویرش می‌کنم. یه لحظه شما همین کارو انجام بدید که میکروفونتون باز بشه. خب. این موسا رو نگاه کنید. این بالا سمت چپ کنار آدرس صفحه قفل. قفلی که می‌زنید اینجا سه تا بودنه داره. میکروفون نوتیفیکیشن و ساوند رو. سه تاش رو حالت الو بذارید. اگر شما از این حالت باز میشه بذارید رو الو، اگه واسه مثل واسه ما هم هست که آبی بذارید که باز بشه و ساعتتون باز کنید. یه درخواست میدیم ساعتتون این بس میشه. سارینا میگه نه چرا، من اینجوری حد زدم دیگه. گفتم آخه خیلی امروز عصبانید، از دست من دلخور نباشید، والا من دارم تمام تلاشمو میکنم. بعد حضوری بهتر انام. خواهش میکنم. خب بچه ها تمام تلاششون رو کردن که صدای شما رو بشنویم، حیفه که مشارکت نکنی. حالا بعد از کلاس حتما هماهنگ شو با بچه ها که بهت بگن چیکار کنی. خب بله بریم بریم نفر بعدی. زینب که گفت، بعدش ملینا بود. بله استاد منم. بله 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 در خدمت هم هست. بفرمی دوتاشو با هم بگو چون خیلی آسونه. خب دان گفته که دو ایکس مثبت 5 برای ایکس. استاد آخه آسون نیست. خب بازم تصویرتون رفت بکنم. ببین امروز کائنات دست به دست هم داده، شما از این درسی چی متوجه نه. نه خوب بریم. حالا اوکی همه چی؟ بله درست. خب بریم. بله بفهم. خب من نمیدونم باید چیکار کنیم اینجا. منم نمیدونم، فکر میکنم چه اتفاقی افتاده. هنر نیست کسی ریاضی چیزی نمیدونه، خود ریاضیدان هم چیزی نمیدونن، من تو که دیگه ایت. یه چیزی میخوام که مخرجه بشه صفر، مخرج بشه صفر، تعریف نشده بشه. قبول داری اینو؟ آها یعنی سوال گفته باید تعریف نشده باشه. آره دیگه ادامه همونه، ادامه همونه. آها. قسمت دالشه. آه خب ایت میشه صفر دیگه. تمام شد دیگه. چیه نمیدونی؟ بعدی چی؟ من فکرم سوالش یه چیز دیگه است. نه نه همونه سوالش. خب ایکس مثبت 5 هم اون ور اصلا با صورت کاری نداریم دیگه، بعد بشه 0 که میشه منفی 5. باریکالله اینم شد ریشه مخرج که منفی بشه. دستت هم درد نکنه. به چرخ خانم غزل. غزل به خدا من مقصر نبودم. غزل منو ببخش، به خدا من مقصر نیستم. استاد من بودم که گفتم. یا علی چی شد مکم؟ الان ترنم اگه میکروفون نه ملینا است. صدای من میاد. آها ترنم واسه شو. با یه گوشی دیگه. خب بذار غزل بگه بعد شما. بله. بذار دور بچرخ. آره رو نوبت بریم. بگو خانم غزل بگو یه دونه. استاد من گفتم که آن قبلی رو گفت. دوتایی که صفر شد. بله. آه الان پس نوبت کیه؟ من گیت شدم. وای معادله ملیناس شده اینجا. نوبت کیه؟ اصلا ملیناس. ملیناه؟ بله استاد منم، ولی فکر کردم که تو میگین غزل و ترنم بگم. آره من اشتباه کردم. نه من اشتباه کردم. نه خواهش میکنم. شما خودتون خانوما با هم باشید کنار میای. من که میام وسط کار خراب میکنم. این اختلاف شما خودتون قسمت قسمت الف رو بگم. آره محبت کن. آره الف. بله حاصل هر عبارت رو به ساده ترین صورت بنویسی. استاد من یکم اشکال دارم، اگه میشه با هم یه بازی ببینیم. صورت که کاری بله خب
سه که منفی ایکس صورت کاری نداره. بعدی ایکس دو فکر کنم بعد از ایکس دو فاکتور بگیریم اگر اشتباه نکنم که میشه. نه نه گوش کن، تو پایینیه من یه ایکس دو دارم، یه پنج ایکس دارم، یه شیش. خب یه قلق بهتون یاد دادم، گفتم ببین اگه جمله اولت مربع بود، الان این مربعه، منهای پنج ایکس به اضافه شیش. ببین اگه جمله اولت مربع بود، جمله آخرت مربع نبود و اینجا یکیشون هم ایکس نداشت مثل این آخریه، این حتما جمله مشترک. اگه مربع باشه بازم میشه جمله مشترک، ولی جمله مشترکی که میره تو مربع، اصلا داستانش دیگه فهم. بله. ببین وقتی تو یه همچین چیزی میبینی، اولا نمیتونی فاکتور بگیری، این یه سه جمله‌ایه که تو رو باید یاد اتحاد چی بندازه؟ مشترک. آفرین. جمله مشترکه دو تا عددن که تو هم ضرب بشن، آخریه که ایکس نداره رو بسازه، اونا رو اگه با هم جمع کنی این وسطیه رو باید بسازه، این میشه جمله. بله. خب حالا با من بگون دوتا چی هم؟ خب اون دوتایی که باید با هم دیگه جمع کنیم وسطی رو بسازه همون ایکس دو و شیشه دیگه. نه ببین دو تا عددی، ببین دو تا پرانتز باید بزنی. بذار من یه بار اینو پس به توضیح بدم، اینو متوجه نشده یا نه. ببین قبول داری اینجا ایکس دو بوده؟ بله. یعنی یکس اینجاست، یکس اینجاست. خب یکس اینجا. آفرین. بله. حالا دو تا عدد به من بگو که ضربشون بشه شش، جمعشون بشه خب سه و دو. شما اگر 3 و 2 رو بذاری میشه 6، خب ولی جمعشون زمانی میشه منفی 5 که جفتشون با هم چی باشن؟ هم علامت هم علامت باشن. قبوله که جمعشون بشه چی؟ منفی منفی 5. از یه طرفی شما منفی 3 رو تو منفی 2 ضرب کنی، منفی در منفی مثبت، دو سه تا 6 تا. باریکالله. پس یکیش منفی 3 بوده، یکیش منفی دو. باری کرد. پس این شد اتحاد جمله مشترک. حالا مشترک. منفی ایکس منهای سه توی صورت، توی مخرج. با این یکیه میتونیم اینو دوتا رو میتونیم خط بزنیم. الان نه. اصلا حرفمون با ستایش این بود دیگه. الان نه. سه منهای ایکس با ایکس منهای سه خیلی فرق میکنه. طراح سوال حساب کرده روی اینی که تو اینو فاکتور نگیری و سه منهای ایکس با ایکس منهای سه بزنی که غلط بگیری ازت. الان شما اگر از یه منفی تو صورت فاکتور بگیری، سه منهای ایکست، سه که مثبت بوده میشه منفی، ایکس که منفی بوده میشه مثبت. باریکالله. پس شما از یه منفی فاکتور میگیری که بالایی مثل پایینیه بشه. قبوله؟ بله. خب ولی استاد یه چیزی توی مدرسه که اینو ما حل کردیم، معلممون این سه منهای ایکس رو با ایکس منهای سه ساده کرد، یعنی این دوتا رو خط زد. من دیگه حرفی ندارم، اجازه بدید. واقعا چون ما اینو حل کردیم دقیقا روزی که سه‌شنبه کلاس داشتیم اینو، چون حل کردیم الان واسه خودم سوال شد، چون سه و منهای ایکس با ایکس منهای سه گفت هیچ فرقی نمی کنن، خط زد اینو. حتما سلام منو بهش برس. حتما میرس. نه حالا شاید اشتباه کرد، حالا همکارم قابل احترامن، ولی خب نه همچین اشتباهی نکن. طراح حساب کرده رو اون منفیه، بگو چرا. جواب تو بدون اون منفی میشه مثبت، قبول داری؟ بله. یعنی منفی تو مثبت در منفی میشه. یعنی بله تو مثبت. حالا با اون بله. منفی میشه یه عددی تو منفی ها. فاصله بین این عدد تا اون عدد میلیاردها عدده. پس بله. خیلی مهمه حواست باشه روی منفی حساب کرده که تو این کارو بکن. حالا چیکار کنیم باهاش؟ بله. حالا الان این صورتمون شد منفی ایکس منهای سه که ما اگه بیایم چی میگم منفی و ضرب در اینا کنیم، الان اینجا میتونیم ای با ایکس منهای سه خط بزنیم این دوتا رو با هم دیگر رو. بله. پس یکیشو مینویسیم دیگه، خط میزنیم یکیشو مینویسیم، میشه ایکس منهای دو با ایکس منهای سه. نه ببین الان ایکس منهای سه که تو صورت بوده رفته، جاش چی مونده؟ یک، درسته؟ یک. آها بله بله ببخشید، میشه ایکس منفی. بله منفی یک. بله میشه منفی یک.
پرانتزم تو ایکس منهای دو بر روی آره یادت نره ایکس منهای دو بله ایکس منهای دو که تو مخرج بوده تو مخرج میمونه دست درد نکنه خیلی عالی بود باز اگه جمله مشترک میبینی مشکل داری بگو چند تا بنویسیم حل کنیم یا اونجایی که داریم بله حتما آره. نه الان متوجه شدم فقط اونجا مشکل داشتم که نمیدونستم مثلا الان این دوتا عدد x2 و 6 رو باید فهم میکردم باید مثلا خودشون رو با هم دیگه جمع کنیم تا بشه چیز نمیدونستم بعد اون عدد های مثلا منفی 3 و منفی 2 رو بزن الان متوجه شدم آره باید ضربشون بشه آخری جمعشون بله. بشه وسطی جمعشون بشه وسطی بله متوجه شدم خدمت معلم عزیز سلام منو برسیم خانومه بیشتر از این نمیتونم دستم بزن ولی خب سلام منو برسیم بله خب بریم برای بعدی ممنون از تو حالا یه نکته خوبی بود دیگه بالاخره حالا اینم بدونیم بد نیست ما از قصد روی این تمرکز کردیم که بدونید که این دوتا با هم فرق میکنه بریم برای نفر بعدی بریم برای نفر بعدی من خودم پر از اشکالم ولی خب دیگه تمرین های کتاب یه چیزیه که میشه حلش کرده خوبی ترنم جان مرسی ممنون خوشحالم که صدا تو میشنوم و آفرین که تمام تلاشتو کردی صدا تو وصل کنی اینو میگن دانش آموز بریم برای بعدی ببینیم برو چی کار میکنی عزیز از صورتش میشه یه 4x فاکتور گرفت از یه 4x فاکتور بگیرم خب که اولی یه x ازش میمونه دومی هم یه 4x به صداش بهتر نمیشه اولی میشه اولی ازش یه x میمونه دومی 4x نه اصلا صداتو ندارم بذار یه بچه ها این وسطی رو بزن یه ذره صداشو بیشتر کن آره یه ذره دیگه خوبه الان صحبت کن الان صدا میاد عالیه دست درد نکنه خب به من بگو ببینم از اولی x میمونه از دومی 4 x باری که چهار 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 خالی چهار x یا نه چهار خالی چهار چرا چهار ببین شما از 4 x من این فاکتور رو نگرفتی الان یه 4 x دو بله دیگه دو میمونه 4 دو تا میشه 8 تا 4 4 تا که میشه 16 تا پس یه دو ازش میمونه اگه فهمیدی ننویسم اوکی نه متوجه شدم خب بریم برای پایینی از پایینی 12 میشه فاکتور بگیرم چرا از x نگیرم چون که دومی ایکس نداره باریکالله چون مشترک نیست خب بعدش اولی ایکس میمونه ازش دومی هم دو باریکالله حالا مثبت ایکس به علاوه دو با پایینی خط میخوره خب ایکس به اضافه دو خط بخوره چهار و دوازده هم چهار و دوازده هم با هم دیگه خط میخوره دوازده میشه سه جوابش ایکس بر روی سه چی؟ ایکس بر روی 3 دیگه باریکالله ایکس بر روی 3 دستت هم درد نکنه عالی بود متشکرم خب بریم بر نفر بعد استاد فکر کنم دور کامل شد بله 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 دستت هم درد نکنه بریم بفهمید ستش جیم 24 ایکس به توان 2 بر روی 12 ایکس به توان 2 منهای 6 ایکس خب من اومدم از اولیه با اینکه چند جمله نبود ولی خب فاکتور گرفتم یعنی یه دونه 6 x از توش کشیدم بیرون چون می‌خواستم از پایینی هم یه دونه 6 x فاکتور بگیرم از بالای 6 x رو کشیدم بیرون نوشتم 6 x پرانتز 4 x که 6 4 تا میشه 24 تا دو تا هم x بازم میشه همون 24 x به توان 2 به روی بعد مخرج رو هم نوشتم 6 x بعد پرانتز 12 میشه 2 x اونم چون خودش داده میشه 1 مونه منهای 1 بعد 6x صورت با 6x مخرج رفت حاصل شد 4x به روی 2x منهای 1 بله بله عالی بی نظیر بی نظیر دست درد نکنم عالی متشکرم نفر بعدی خب اینجا ما از یه x میتونیم فاکتور بگیریم چرا؟ به خاطر اینکه توی صورت همه x دارن و توی مخرج هم همینطوری یعنی از هم صورت هم مخرج میشیم x رو فاکتور بگیریم نه چرا من سر یه چیز دیگه بود بگو چرا گفتی چرا به من بگو چرا گفتی دان؟ به من بگو چرا گفتی چرا
من نگفتم چرا. نه من گفتم چرا. شما به من آه چرا؟ چرا گفتین چرا؟ چرا گفتین چرا؟ چرا تو به چرا تو به ایگرگ میگی ایکس؟ چرا کلن اینجوری؟ من چراش به خاطر اصلا نمیدونم کجاست. تو به ایکس نه درست هم داری میگی. اون سری هم اتفاقا دقیقا همینو گفتی. گفتی یه دو ایکس بالا داریم یه ایکس. ای وای. آره اشکال نداره. من اصلا متوجه نشدم. همون وای تو ذهنت باشه جواب اوکی ها. یعنی الان بگو وای سه من های دو تا وای دو من. آفرین. نه شوخی. وای گرگ مشکل دارم. نه شوخی میکنم. دست درد نکن. آفرین. چون یه عامل مشترک تو اولی دومی و سومی وجود داره، شما میتونید از یکیش فاکتور بگیرید. که فاکتور بگیریم. خب اگه از یه ایگرگ فاکتور بگیریم میشه ایگرگ دو منهای دو ایگرگ منهای سه. یعنی یه عبارت درجه سه رو شما میتونی بکنی درجه دو. این مدل مدل جدیده. بله. مثل همون اتحاده که درجه چهار رو میکردیم درجه دو یک. این هم مدل جدیده. بله. پس اگر یه موقع تو امتحان آزمون ورودی بهتون درجه سه و چهار دادن، یادت نره سر اینا، حتما یه راهی وسط گذاشته که اینو بکنی درجه دو. تبدیل کنی. باریکالله. پس فاکتور رو بگیریم. خب چی میشه فاکتور؟ از پایینم بالا میشه x2 به منهای 2x 2y. نه y2 منهای 2y منهای 3. آفرین، عالیه. من که میدونم شما اینو میگی به خاطر اینکه کلاس خشک ریاضی ما یه مقدار فان بشه. بله دست شما داد. بریم برای مخرجه. از پایینم یه ایگرگ و فاکتور میگیریم میشه ایگرگ به علاوه یک. باریکالله. حالا ما میتونیم ایگرگ های پشت پرانتزا رو با هم بزنیم چون توی پرانتزا با هم برابر نیست. بسیار عالی. خب بعدش یعنی میشه ایگرگ دو منهای دو ایگرگ منهای سه بروی ایگرگ به علاوه یک. هنوز یه درجه دو دارم. یادت نره سارینا، عبارتی که قرار ساده بشه تهش باید یه جوری به درجه یک برسی. یعنی با زبون بی زبونی داره میگه اینو بکن درجه یک. یعنی مثل بالاییه، نگاه کن 4x بر روی 2x منهای یک. این هنوز بالاییه فکر کنم اتحاد جمله مشترک باشه. آفرین. این هنوز اون چیزی نیست که ما میخوایم، یعنی میزون نیست. چی کار کنیم قشنگ تر بشه؟ بالاییه اتحاد جمله مشترکه. خوب. یعنی خب تو هر کدوم از پرانتزا یک دک داریم. باریکالله. یکیش به علاوه یکیش منها چون ضربشون منها شده. خب و یک و سه دیگه، یعنی مثبت یک و منهای سه. باریکالله. یعنی زور سه بیشتر چون منفی، زور یک کمتر. حالا پایینم که ایکس به علاوه یک داریم، نه بخشید ایگرگ به علاوه یک داریم. الان اینو نمیتونیم با اون ایگرگ به علاوه یک بالا بزنیم. حالا ضربه. آخه پرانتز نداره. پرانتز یعنی خودمون باید بذاریم. پرانتز هم نداشته باشه مشکلی نداره، قبل و بعدش یکه مشکلی نداره. به چیزی جمع و تفریق، ببین جمع و تفریق نشه میتونی این کارو بکنی. بعد کل ایگرگ به اضافه یکو میخوای با کلش بزنی، مشکلی نداره. بله. بزن حله. خب پس یعنی جوابش میشه ایگرگ منهای 3. باریکالله. بینم یه تجربه جدید که اول کل پرانتز رو میخوام. بله. بله نداشتم، هیچ مشکلی نداره، کلا بزن. دادم که اون ایکس نیست ایگرگ. آفرین. نکته کنکوریش این بود. نکته کنکوریش اصلا همه این سوال رو حل کردیم بخاطر همون یه دونه نکته کنکوریش. دست درد نکنه. ممنون از تو که اینقدر عالی هستی و خیلی خوش اخلاق. آفرین. مرسی. ادامه بدیم با نفر بعدی. بعدی هم یک منهای تی چهار در تی دو به اضافه یک. اصلا نمیتونیم از همون روشی که ملینا رفت گفتیم دوتا مزدوجه در یک عبارت خودش دوباره ضرب شده. آره عزیز اتفاقا دقیقا همونه. دستت هم درد نکنه. اینقدر تو هوشمندانه به تمرینات دقت میکنی و اینقدر حواست جمع. آفرین دقیقا همونه عزیز. برو. اگر این کار کنیم خب بالای یه مزدوجه در یک تی به اضافه تی دو. یعنی یکه به اضافه تی نه نه عجله نکن یه بار دیگه بریم. یکه به اضافه تی دو در جا میگه هم بالا. یعنی مزدوج اولش مزدوج باید بگیم باشه. یکه به اضافه تی دو در یه جمله مزدوج. جمله رو بگو. جمله رو میشه یکه در تی
یک منهای تی در یک به اضافه تی در یک توان دو منهای تی دو. توان تی دوه دیگه، درسته؟ بله بله. خب تو قدم اول اینو هم بگو، اول جفتش کنیم بره. این توان تی دو. خب حالا چیکار کنم؟ نه من این کار نکردم ها. بگو بگو منم تو چیکار کردم. من این جمله منضبط رو دست آوردم، بعد ضرب در اون کردم دیگه، ضرب در تی دو به اضافه یک کردم. الان بگو من بنویسم یک منهای تی به توان چهار میشه یک منهای تی یک منهای تی دو در یک به اضافه تی دو. یک به اضافه تی دو. این حالا تموم شد. میخوام یه سوال خیلی مهم ازت بپرسم. مهم ها، یکی از اون مهم ها که شاید تو زندگیت یه نفر از این سوال ازت پرسیده باشه، اینقدر مهمه. خب این پایین چی بریم؟ تی دو به اضافه یک. خب اینم تی دو به اضافه. خب الان این تی دو به اضافه یک با اون تی دو به اضافه یک بالا خط میخوره، یه جمله مزدوج میمونه که اونم بازش میکنیم یک منهای چهار. بازش کنم یا نه؟ آره، همونجا آره، کافیه. آره، دقیقا دقیقا بازش کن. یک منهای چهار چرا؟ تی بودا، تی بود، تیه دیگه. آره یک به اضافه تی هم. یک به اضافه تی. تیه من اینجوری خوشگله دیگه خانم، چهار اینه. خب حالا یه چیزی، سوال من از شما اینه، این سوالی که میخوام ازت بپرسم خیلی مهمه، شاید تو زندگی یک بار یه نفر این سوال از تو پرسیده باشه، اینقدر این سوال مهمه. در کل نمیتونی جوابش بدی؟ نه نه اتفاقا میتونی. تفاوت اینی که ما رفتیم با اینی که شما الان اینجا با من گفتی رفتیم چی بود؟ ببین چه سوال مهمیه. تفاوت اینی که من رفتم داشتم میرفتم گفتی نه من از این راه نرفتم، با اینی که خودت از همین راه دقیقا رفتی چی بود؟ من فکر کردم این از این مربع رفته، تفاوت مربع رفته، ولی اونی که ترتاش یکیه ها، من فکر کردم این پایینی مربع اون بالاییه من مزدوجه در همین. امروز یعنی همگی دست به دست هم دادید که چی؟ که کلاس رو شاد کنید. ممنون از همگیتون، ممنون از اون انرژی خوبتون که همگی میایید با تمام وجود انرژی میذارید کلاس فان بشه. وگره زینب جان من که همین رو رفتم، من همون گفتم یکی بزرگ تیزه یکی آفرین، ولی عالی. فقط اون جوابشی که دیدم فهمیدم همونه. آره آره همون دقیقا همون داشتم همونو میرفتم. یعنی من از شما اینو پرسیدم، گفتم یکی منهای تی دو یکی بزرگ تی دو بر روی تی دو به اضافه یک تهش، میخواستم بگم دوتا رو ساده کنم، خوشگلر برده بیار جلو، بعد دوباره فاکتور بگیر و اتحاد برو سادهش کن. آقا خبر بازش کرده بودم بعد یادم هنگ کردم. نه نه عالیه، دست درد نکنه، ولی خب از اون سوال حرفه‌ایه بود، ببخشید که من پرسیدم، ولی ذهنمو واقعا مشغول کرده بود که چه این چه فرق با اون داشت. در هر صورت دست درد نکنه، عالی هستی، شوخی میکنم، بریم برای نفر بعد. بله بفرمایید. بله استاد. بله در خدمتم. غزل جان خواهید؟ بله بله. بله خب بفرمایید. 6 آ 4 بی 2 4 آ بی 8 این هیچ اتحادی نمیشه. نه اتحاد اصلا زمانیه که شما جمع و تفریق داشته باشی، یعنی چند جمله خب باره دیگه اینجا نداریم پس نمیشه. یک جمله یا خب بکنم باید به توان برسونیم، یعنی یه دونه بی دو که پایین ما داریم یه بی هشت داریم، این هشت رو یه توان شیش ازش بگیریم یه توان دو واسهش بذاریم. نه سب کن، اینی که من میگم با من همراهی کن ببینیم چی میشه. چهاره دوه دو بر روی چهار آ بی هشت. خانم غزل اگر شما دیدی تک جمله هایی وجود دارن، خب اینا قراره با هم ساده بشن. چگونه؟ اول به آ و بی به هیچ عنوان نگاه نکن. شش و چهار جفتشون به چی ساده میشن؟ به دو. باریکر این به دو میشه چی؟ سه چهار به دو میشه دو. اجازه هستش من اینجا یه سه دوم بنویسم؟ مشکلی نداری؟
نه درست. آفر. حالا من تو صورت آ ضرب در آ دارم، مگه نمیشه آ دو؟ بله. تو مخرج چی دارم؟ یه آ داریم که با یکی از آهای بالا میره، یه دونه ای میمونه، یعنی سه دوم ای. باریکلا. یه دونه آ خوشگل از بالا میمونه. یه دونه بی هم همین کارو بکنیم. دو تا بی بالا داریم. بی شیش میمونه. حالا این هشت تا بی پایین. خب. حالا من اگر دو تا بالا رو با دو تا از پایینی خط بزنم چند تا بی میمونه؟ مگه کلن هشتا نبودن از بیا؟ چی شد؟ صدا تو نداری. حالا بعد اینو بگی دوتا از بالا با دوتا از پایینیا برن، از پایین مونده ششتا. من صدا تو ندارم، ببخشید که قطع شدی، ولی صدا تو ندارم دیگه. من مجبورم این تیکه رو بیام. پس شما تو تک جمله ای فقط کافیه ساده کنید. وقتی ساده کردید عبارت انتهایی رو بنویسید. عبارت انتهایی الان میشه 6 3 4 2 آ 2 آ بی 8 بی 6. پس میشه 3 دوم آ بر روی بی 6. خب نفر بعدی، صداتم قطع شده بود دیگه، ببخشید. خانم ملینا. بله خب. شما بله بریم بفهم. چرا اینجا سه داده بودیم؟ آ چهار بوده؟ چرا من اینجا آ دو نوشته بودم؟ حالا با فرض اینکه این آ چهار باشه، این آ، این میشه آ سه. یادتون نره، من ندیده بودم، ببخشید. خب بفهمید. عبارتی که حاصل آنها یک یا منفی یک است رو معلوم کنید. خب دو ایگرگ به علاوه سه با دو ایگرگ منهای سه متفاوت هم با هم دیگه. یعنی حاصل دو ایگرگ به علاوه سه با دو ایگرگ منهای سه میشه منفی یک، اگه اشتباه نکنم. نه گوش کن، واسه حل همچین تمرینه یه قلق خیلی خوشگل بهتون یاد بدم. خانم ملینا به من بگو ببینم، پنج تقسیم بر پنج چی میشه؟ یک. پنج تقسیم بر منفی پنج چی میشه؟ منفی یک. چه نکته میخوام بهت بگم؟ میخوام اینو بگم. میخوام بگین که صورت اگر مثبت باشه مثبته، و اگر تقسیم بر مخرجی که منفی باشه بکنیم جوابمون منفیه، ولی اگه هم صورت هم مخرج مثبت باشن جواب مثبته، ولی اگه صورت مثبت باشه مخرج منفی جواب منفیه. آفرین. چرا خندیدی وسطش؟ آخه خیلی داشتم توضیح میدادم. نه قشنگ بود، نه اتفاقا درست بود. و یه نکته دیگه، اگر هر عبارتی تو صورت باشه همون توی مخرجم باشه، حاصلش باید بشه چی؟ یک. باریکالله. پس بگرد تو اینا یه سری عبارت پیدا کن که صورت و مخرج مثل هم باشن، اونا میشن. بله. از طرفی اگر صورت با مخرج قرینه باشن، قرینه باشن، این میشه منفی یک. پس نکته که برای الف قرینه نیستش، یعنی دو ایگرگ منهای سه قرینه دو ایگرگ به علاوه سه نیستش. خودش هم که نیست، خودش هم نیست، پس هیچی نمیشه، هیچ کدومش نمیشه. ببین حالا یه تمرین غلط و با یه نکته قشنگ که یاد گرفتی درستش کردی. بله. الفو میذاریم کنار، بریم سراغ ب. سراغ ب، دو ایگرگ منهای سه با سه منهای دو ایگرگ، این دوتا شبیه هم دیگه هن. یعنی بله شبیه هم دیگه هن، که هر دوتاشون چون یکیه میشه یک. یکی نیست. ببین دو ایگرگ بالا مگه مثبت نیست؟ پایینیه شده منفی. سه بالا منفی، پایین شده مثبت. مثبت. یعنی قرینه. باری که الله. یعنی حاصل این میشه همون منفی. منفی یک. بله. بعدی دو ایگرگ به علاوه سه و سه به علاوه دو ایگرگ، اینجا هم سه مثبت، سه مثبت، همه شون مثبتن، در واقع میشه یک جواب. باریک الله. پس این هم درسته بچه، اون یک رو نگاه کنید، مکانیسمش اون فاکتور گیری هست. خب. بله. بعدی قرینه هم دیگه، یعنی دو ایگرگ به علاوه سه قرینش میشه منفی دو ایگرگ منهای سه، و وقتی قرینه هم دیگه هم میشه منفی یک. باریک الله. از یه منفی فاکتور بگیریم، بله، میام جفتشون میشن مثبت.
ما مثبت رو میخوایم. باریکلا، چقدر بله قشنگ کردی، آفرین، چقدر صحیح یاد گرفتی و چقدر حرفه‌ای. دست درد نکنه. خواهش عالی، میکنم. ایدئال، مرسی، متشکرم. خب سوال چهار، چقدر امروز خوب تمرین حل کردیم، فکر کنم 4-5 دور چرخید، خیلی خوب رفت، خیلی خوب رفت، تازه یه ساعتم رفت، عالی رفتی. سوال چهار، هر یک از عبارت‌های داده شده در سطح اول رو به عبارت مساوی آن در سطح دوم وصل کنید. سطر اول یه نکته بهت بگم فقط، سه تا اشان شما دیگه درسته؟ آره آره. سه تا اشان اینجا نکتهش اینه، این قراره با همون منفیه، همون قرینه که تمرین اول گفتی، با اون داره بازی میکنه، یعنی تهش همه اینا آ داره، دو داره، آ داره، پنجم داره، با اون داره بازی میکنه. حواست به منفیه باشه، نمرش مال توه. برو بریم. خب اولی الان گفته آی منهای دو به روی آی مثبت 5. خب به کدوم یکیشون؟ یکی منفیش که نه، چهار رومی از اولیش نمیشه چون منفی دو رو خودشو گذاشته، این غلطه. توی دومی هم که خودشو آورده، نه. سومی میشه چون دو رو مثبت کرده، آ رو منفی کرده. این درسته، قرینش کرده انگار 6 اشتباه 6. من داشتم سطر دومش رو میگفتم. شماره 6، یعنی شما میگی شماره 1 با شماره 6. من اگر از بالا یه فاکتور بگیرم، از شماره 6 بالا فاکتور بگیرم، 2 میشه منفی، آ میشه مثبت، پس آ میشه مثبت، 5 هم میشه مثبت، 2 میشه منفی، آره اون 5 هم میشه. بعد منفی بالا تو منفی پایین ضرب بشه میشه چی؟ منفی در منفی میشه مثبت، باز میشه مثبت. تهش باید حواست به این باشه، یعنی شاید اون کسره منفی بمونه که تو این تمرین نصفیشو منفی میمونن. چرا 4 و 5 انتخاب نکردی؟ چون منفی میموند. خب آفرین. بعد دومیه آه به علاوه دوه که بیایم تو سطر پایین، باید کلن قرینه اون یکیش بشه دیگه. الان بکنیم 4 و 5 مونده، خب خود 4 میشه دیگه چون هم آ منفیه هم 2 منفیه، پس منفی آ با منفی 2 به روی منفی آ با منفی 5، کلن همشون رو منفی کرده، بالایی حاصلش مثبت میشه، اینم مثبت میشه چون منفی در منفی میشه مثبت. پس 2 و 4 با هم هم؟ آره 2 و 4 با هم. خب سم که 5 دیگه. چرا؟ منم زرنگم. خب یه دونه مونده طبیعتا. باشه، نه چرا؟ خب گفته که شاید هم جلوم نشسته الان اینجا. ما سوال تستی هم که اینا میخوان، این کنکوری هم اینا. من اینجا سوال تستی کنکور هم که براشون مینویسم گزینه نیم. گزینه هم که میگم تازه باید توضیح بدن چرا اینجوری میشه. یعنی من از اون معلم های سمج گیرم. از اون چسب. حالا چرا 3 میشه 5؟ خب 2 منهای آ به روی چیه؟ آه به علاوه 5. خب 2 اومده طبیعتا اینجا قرینه شده، شده منفی 2 درسته، بعد منفی آ بوده توی این شده مثبت آ، بعد حاصلشون یکی میشه دیگه، توی پایینی همش مثبت بوده، آ مثبت 5، اینم اومده همش منفی کرده، منهای آ منهای 5 که در نهایت منفی اونم با این برابر شده. بارک الله. بله من تو بالایی 2 رو مثبت میخوام، آ رو منفی، تو پایینی هم با همون قضیه فاکتوره دوباره 2 مثبت میشه آ منفی. حالا ما با یه روش دیگه رفتیم، روشی که ستایش رفت خیلی خوبه، سرعتش هم بالاتر از روش ما هست، مال ستایش خیلی بهتره. چرا؟ چون همزمان که داره 1 رو میبینه 6 هم داره میبینه، اونی که آدم بهتره باید بگه دیگه، این سرعت خیلی بالاتره، حرفه‌ای تره. ولی من حالا به خاطر اینکه دارم آموزش میدم دونه دونه اومدم اونایی که فکر میکردم ساده تر میشه ساده تر کردم. مثلا 4 رو از صورت و مخرج یکی منفی فاکتور گرفتم که چی بشه؟ که آی مثبت 2 رو بسازم، آی به اضافه 5 هم بسازم، منفی در منفی رو مثبتش کنم، ببینم آی به اضافه 2 بر روی آی به اضافه 5، یعنی از همشون فاکتور گرفتید، حاصل رو به دستش آوردید، ببینیم با کدوم یکی از بالایی‌ها برابر. آره که این کارو کنیم ببینیم کدوم با کدوم اوکیه. حالا اومدیم سراغ این، سراغ 5 دوباره اومدم فاکتور گرفتم که شد این، و در نهایت دوباره از این فاکتور گرفتم که شده این. روش من برای آموزش خوبه، حتی برای زمانی که سر جلسه امتحانی یه بار حل کردی رفتی اومدی میخوای چک کنی خوبه، ولی روش ستای سرعتیه، همزمان داره اینجا رو نگاه میکنه و جفتا رو با هم جور میکنه، میزنه میره، این خیلی بهتره. آره ولی اینم در نظر داشته باشید،
این مدل هم مدلیه که شما میتونید به جواب برسید. دست ستایش درد نکنه که انقدر خوب و حرفه‌ای توضیح میده. عالی، متشکرم. نفر بعد. ترمنون نوشته بالایی به توان 4 هست. آه ببخشید نوت من بود بکنم. چشم فقط من ببینم خودت. آها خودت بگو ببینم چی اینجا نوشتی. اون یه سوالی بود، سوال 3. نه سوال 2 آخری. سوال 2 آخری. آره ها، اما آه رو که من گفتم شما گفتی. آره گفتم دیگه، گفتم من این آه رو چون 2 دیدم و 1 چون 4 و 1 شما اینجا رو بکنید 3. آه این نکته رو گفتی، دست درد نکنه که گفتی. خب بریم برای بعدی. خب سوال 5 بفهمید. خب بذار کمک میکنی؟ حتما، چرا که نه. برای الف ببین یادت نره، الان شما گفته عبارت رو نگاه کنیم اول، یه زد داریم در ایکس به اضافه ایگرگ بر روی تی، درسته؟ بله. برای الف صورت در زد رو اومده جدا کرده، خب تیرم کنده اوورده گذاشته اینور. ببینم اگه زد و ایکس به اضافه ایگرگ رو من بگیرم دوتا جمله، تی مگه مخرج هر دوتاشون نیست؟ بله. خب حالا من جداش کنم، وردارم بیارمش، فقط بگیرمش برای زد. میخوام ببینم در انتها اگر زد رو تو پرانتز ضرب کنم، تی هم تو مخرجش ضرب کنم، اینا با هم یکی میشن یا نه؟ نظرت چیه؟ بله یکی میشن، چون صورت در صورت ضرب میشه مخرج در مخرج، عملا چه تی برای یکیشون باشه چه برای دوتاشون باشه هیچ فرقی نمیکنه. تو دومی ب، سوال من از شما اینه، بگو ببینم ترانم جان، وقتی یه زدی بیرون پرانتزه قرار نیست تو دوتا عبارت ضرب بشه؟ بله پس این نمیشه، چون آفره. زد ایگرگ نداره. باری کلا زد ایگرگ، یعنی زد تو ایگرگ ضرب نشدی پس تو این نمیشه. خداحافظ، بریم برای بعدی. حالا میگه این زد در ایکس به اضافه ایگرگ رو بکن یه جمله، جداش کن، پشتش نمیشه. یک بوده دیگه، یک زد بوده، پس یه کرم با تیه بگیر. نظرت در مورد این چیه؟ اگه زد پرانتز ایکس علاوه ایگرگ رو براش مخرج یک بذاریم در هم ضرب کنیم، همون عبارت میشه. چه میشه؟ اینم میشه. پس این میتونه باشه. بله آفرین. برای بعدی، بعدی زد رو در صورت باید ضرب کنیم دیگه، چون زد به زد مخرج یک اگه بگیره یک در تی ضرب میشه، من در صورت ضرب میشه که همون میشه، اینم میشه. شما الان زد رو اگه بخوای تو کسر دوم ضرب کنی، هم تو ایکس باید ضرب کنی هم تو ایگرگ؟ بله. آفرین. ولی اون موقع نه، یعنی بالاخره این درسته غلط؟ درست. حالا که قراره یکی رو تو کلش ضرب کنم پس این درست. ممنونم خانم ترانو. خب بعدی؟ بعدی نمیشه. بعدی زد ایکس بر روی تی، زد ایگرگ بر روی تی، یعنی زد اومده تو پرانتز ضرب کرده بعد اومده از هم جدا کرده، میشه یا نمیشه؟ نه نمیشه. چرا نمیشه؟ چون که دو تا زد پرانتز ایکس بر روی ایگرگ بر روی تیه، درسته؟ نه ببین، زد یه بار تو ایکس یه بار تو ایگرگ ضرب کرد بعد اومده جدا کرده، اون مثبت هم گذاشته بینشون، چرا نمیشه؟ میشه دیگه، وقتی ضرب کنی توشون میشه دوتا عبارت، دوتا عبارت رو میتونی جدا کنی به شرطی که بله. مخرج مشترک هم به این بدی هم به اون بدی. خب آخری آخری و این نمیشه. چرا نمیشه؟ چون دوباره زد تو ایک ضرب شده اما تو ایگرگ ضرب نشده. پس این به درد اون نمیخوره. ممنون از تو خانم سارینا، دست درد نکنه، راست میگی، نوبت تو بود و ببخشید که ما رد شدیم از شما چون ستایش حل کرد.
شما باید زحمت میکشیدی حل میکردی نوبت من قبل از ستایش بودم. آره 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 بعد از ستایش بودی دیگه. آها شما قبل از ستایش بودی. من قبل از ستایش بودم ولی میکروفونم دیر فعال شد نتونستم. آره اشکال نداره نه چون الان ستایش خون دیگه نه؟ بله خون دیگه بعدش باید میخون اشکال نداره دست درد نکن. آها شما چون تو دوره اول افتادی بعد از ستایش حالا دیگه دست درد نکن. حالا تا من بخوام اینو تو مغزم تحلیل کنم یه ساعت طول میشه بعد میگن معلمه ریاضی چرا اینجوریه. بعد عرضم موضوع شما که بریم زحمت شو بکش. آره ستایش در ستایشی شو اصلا من نمیدونم چی ستایش این وسط چی جوری بود. ساینا جان زحمت شو بکشید از این توی سوال رو باز دارید بگو کجا نه تو امتحان نهایی بلکه تو آزمون ورودی یکی دوتا سوال اینجوری میده که بین بچه ها چند چندن خیلی وقتا میاد خیلی وقتا هم نمیاد نمیشه پیش بینی کرد اما من دیدم حدود 4 5 سال پیش یکی دوتا سوال اینجوری پشت هم اومده بود. خیلی سوال قشنگی هم هست. فقط کافیه تو نسبت این دوتا کس رو با هم بررسی کنی. ببین یک منهای زد بر روی زد حالا زده شده یه چیز دیگه. تو میدونی دو حالت میتونی اون جای خالی رو به دست بیاری. اگر تو حالت اول اینو از ابتدایی بهتون بگم یادتون بیاد مثلا اینجا 5 بود اینجا 10 بود اینجا 20 بود اینجا جای خالی دو روش داره اینو به دست بیاری. یکی اینو بگی به 10 ضرب داره چی شده 5 هم ضرب داره همون کنی یه روش اینه. یه روش هم اینه طرف وسط این کنی 20 تو این ضرب کنی تقسیم بر این کنی پس 20 ضرب داره 5 کن تقسیم بر 10 کن اینم یه روش. خب حالا اگه با روش اول آره بچه ها اینجوری میگن میگم اگه رفتی با زبون خوش بهش گفتی با زبون خوش گفتی حرفت گوش داد که هیچ اگه تبدیل شد شد اگه نه با زور این کار رو باید بکنی یعنی شده اعشاریش هم کنی این دوتا رو تو هم ضرب کن تقسیم بر این کن. حالا بریم ببینیم یک منهای زد بر روی زد چجوری میشه زد در زد دو به اضافه یک. بگو عزیز ساینا جان بگو. خب اصلا من اومدم اینجوری گفتم گفتم که حالا که ما یه زد داریم چی شده که این شده آفرین این هم با زبون خوششه نه؟ دوه بلابه یک بله بله با زبون خوششه با زبون خوش بگو چی شده. خب چی شده خب این یه زد بود اگه ما اون زده رو بیم ضرب کنیم خب توی پرانده نه 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 نمیخواد ضرب کنیم گوش کن Z الان جداست Z دو به اضافه یک هم جداست درسته؟ بله این ور پرانتزه رو نداشتی این ور Z تو اون پرانتزه ضرب شده چی اضافه شده؟ همون Z دو به اضافه یک پرانتزه شما این طرف نبوده پرانتزه شما این طرف نبوده الان این طرف هست پس انگار Z تو این داره ضرب میشه دیگه درسته؟ بله 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 خب حالا تو صورت یک منهای زد دارم اونم باید چی کار کنم؟ با زبون خوش اونم باید تو زد دو به علاوه یک ضرب کنم کاری کلا تو زد دو به اضافه یک ضربش کنم پس این بعد اینا رو باید حتما یه عدد خالص ازش به دست بیارم یعنی خب مثلا من نوشتم توی پرانتز نوشتم کنار هم نه همینه همینه شما تو پرانتز همینجوری می نویسی و رهاش میکنی تموم شد حله؟ بله دست درد نکنه عالی بود ممنون از خودت استاد ببخشید من یه لحظه سلام واسه کردم الان این روشی که شما میگی من از این روش حلش نکردم این سوالو منم گفتم که خب مخرج اون زد داره اینم زد داره اما یه دونه زد به توان دو به علاوه یک اضافه داره میگیم بالا هم یه دونه از اونم میذاریم که خط بزنیم بعد نگاه میکنیم صورتمون هم باید با هم برابر باشه دیگه یه دونه یکی منهای زد هم میذاریم یکی آفرین یکی درسته روش تو هم درسته یکی از قلقای دیگه هم اینه که شما حالا تو دور بعد خیلی با این کار داری یعنی تو دور دوم خیلی با این کار داری که شما همزمان میتونید مثلا 3x به اضافه 2 رو بر روی 2x این طرف هم مثلا 4x به اضافه 2 رو بر روی 2x همزمان با هم ساده کنید خط بزنیم سادهشون کنید شما این روش رو رفتی و درست هم هست اینم روش دور دومیه که ما خیلی وقتا تو عباراتی که سنگین میشه مخصوصا موقعی که یه درجه 3 اینجاست یه درجه 3 اینجاست این دوتا رو با هم میزنیم که دوباره تبدیلش کنیم رو درجه 2 ولی عالیه آره اینم یه روش سوم که شما رفتی درست بی نهایت روش درست آفرین نفر بعدی خانم بعدی
x منهای 3 تبدیل شده به x دو منهای x منهای 6. دوباره بازی مشترکه. اصلا قرارداد داری تو با مشترک. 100 تا تمرین به چرخه مشترکه دوباره میخوره بهت. میگم که یک طرفه، یک طرف معادله x منهای 3، طرف دوم باید 3 ضرب در عددی بشه بشه 6. اونم منفی شه. خب خود عدد بزرگه باید 3 باشه، پس اون میشه 2. باریک. x به اضافه 2. حالا هم در x به اضافه 2 ضربش میکنیم میشه 3 x ضرب در x به اضافه 2. آفرین. پس x منهای 3 اینور بوده، اونورم بوده. چیزی که این وسط اضافه شده کارو خراب کرده، x به اضافه 2. حالا تو صورت هم هر چی هست فقط کافی تو x به اضافه 2 زرمشونیم. باریکالله، چقدر قشنگ توضیح دادی. آفرین، دست درد نکنه، فوق‌العاده. چه کلاسی شده امروز، خیلی لذت بریم. تقریبا بهترین کلاسی بود که تا الان داره. آره آره واقعا. دستت هم درد نکنه زینب جان، عالی بود. بریم بر نفر بعدی. استاد ترنم گفت ببین دوباره الان ستایش میاد وسط داستان درست میشه. آره گفت شما بگو، شما بگو، بعد از شما ترنم بگه. نه ملینا بگه، بعد از ملینا ترنم بگه، اون موقع درست میشه. بله. یعنی من جز این که دارم تمرین حل میکنم بعد اینجوری ساختار شما رو خودم چه داستانی شد. دست درد نکنه. آفرین که حواست به دوستاتم هست، ممنون از تو. بریم. گفته که سیگرگ مثبت 2 به روی 5 برابر با 1/5 ضرب در چی؟ خب 5 که سر جاش مونده، یه دونه 1 داریم ضرب در یه چیزی باید بشه که بشه سه ایگرگ مثبت 2 که همون سه ایگرگ مثبت 2 رو می‌نویسه. باریکالله. پس سه ایگرگ به اضافه 2 دقیقاً همون نقطه‌ای که باید توی یک ضرب بشه تقسیم بر 5 بشه. دست درد نکنید. چقدر عالی و خوب. ممنونم. خانم ترنم شما بعد ملینا واسه کن که دورمون خراب نشه. ملینا بریم. بفرمایید خانم ملینا. الان ملینا وست نمی کنه، میگه ترنم بعد وست کن. نه استاد وست کرد. خدا رو شکر. خب دقیقا هرچی من میگم خلافش اتفاق میافته. این تو داستان طبیعت چرا اینجوریه؟ من میگم همه چی خوبه، همون موقع بارندگی میشه. خب بریم. بله. قسمت دالو. دالو بله. زحمت چه بکشید؟ بله. x منهای 5 بعد مخرجم x منهای 2 x منهای 5 مساوی x به علاوه 1. خب ما میگیم که این x منهای 5 با x منهای 5 که خط میخوره، پس یه x 2 داریم پایین، بعد بالا بعد یه عددی باشه که یعنی یه عددی باشه که وقتی ما این دوتا رو با هم دیگه فاکتور میگیریم x بمونه، اگه اشتباه نکنم. نه درسته، x به اضافه 1 درسته. بمونه. یعنی x به اضافه 1. بله. یه x به اضافه 1 میخوام. دیگه چی میخوام؟ یه x به اضافه 1 یه دونم واسه x منهای 2. باریکالله. که دوباره x منهای 2 رو با این مخرجه بزنم، فقط برام بمونه یه x به اضافه 1. بله. باریکالله. چقدر قشنگ حل کردی. دو تا نکته خیلی مهم داشت، اینو بهتون بگم. دست درد نکنه ملینا جان. خیلی مهمه. نکته اول اینی که وقتی شما یه عبارت خیلی بزرگ داری اونور یه عبارت ساده شده داری، حتما اینا باید ساده کنی به اون برسی. خب یه نکته بعد اینه که شاید توی یه عبارت تو بخاطر اینکه به اون برسی بعد یه چیزی اضافه یا کم کنی. اینجا جزو داستانایی بود که ما x منهای 5 رو ساده کردیم شد یه قلق، x منهای 2 رو تو مخرج داشتیم شبیهش گوشیم تو صورت که اینم ساده کنیم این شد 2 تا، و x به اضافه 1 رو اضافه کردیم این شد 3 تا. یعنی سوال ارزشمندیه. دست درد نکنه، چقدرم قشنگ توضیح دادی و عالی بود. به ترنم نخورد. حالا خودم یه دونه می‌نویسم ترنم حل کنم. دیگه من بعد قول نشم اینا ترنم دفعه دیگه با من چپ میشه. حالا ترنم جان اینو بگو عزیز. اینو تا میتونی برام ساده کن. منهای 6 اینو برام تا میتونی ساده کن. صداتو بس کن. آها وصلی. خب بله وصل. صورت برو. صورت تو رو یاد چی میندازه؟ یه چی شد؟ مزدوج. آفرین. چه نمیگی؟ x2 منهای 1 در x2 به اضافه 1. x2 منهای 1 تو رو یاد چی میندازه؟ دوباره مزدوج. پ-
پس x منهای 1 در x به اضافه 1 اونم که همون x2 به اضافه 1. با این نمیتونم مزدوج برم؟ با این نمیتونم مزدوج برم؟ نه چون بینشون مثبت. اینجا چی؟ تو رو یاد چی میندازه سه جمله ایه؟ مربع. زینب چی دوست داره؟ مشترک، جمله مشترک. آفرین، یاد زینب بیفت. حالا دو تا عدد به من بگو که x ضربشون بشه. ضربشون بشه x. نه ضربشون بشه منفی 6. این ضربه، این جایگاه. جمعشون بشه منفی این یک پشتش دیگه. بله. پس جمعشون بشه منفی 1. منفی 1. ببینم ضربشون شده منفی، یکیشون مثبت بوده یکیشون منفی. یکیشون مثبت یکیشون منفی. حالا دو تا عدد بگو که ضربشون بشه 6 و خیلی به هم نزدیک باشن. وقتی از هم کم میشن یه دونه بمونه. 2 3. باریکلا. حالا سه رو به کدوم بدم؟ علامت منفی ما رو کدوم بوده؟ منفی مال این بوده. این چی؟ مثبت هم که 2. این هم میشه 2. چه دیگه میشه؟ x به اضافه 2 در x منهای 3. درسته؟ بله. خب دست درد نکنه. خیلی ممنون، آفرین که میکروفون رو وصل کردی و مشارکت کردی، خیلی خوب بود. بقیه آقا زمانمون چجوریه؟ تمامی؟ خیلی خوش گذشت، دست شما درد نکنه. ممنون از رفقای عزیزم، دوستان خوبم. ببخشید یه موقع. ممنون از شما، محبت کردی. ببخشید جسارتی میشه یه موقع شوخی میکنیم، همه به خاطر اینی که کلاسمون یه ذره فان باشه. بذارید به حساب اینی که معلم ریاضی همشون شوخن، همشون شیرینن، همشون باشی خوندن. عالی هستید، مواظب خودتون باشید. برای خودتون خانواده محترم بهترین آرزوها دارم. تا جلسه بعد، روز روزگار خوش. صدا جان دست درد نکن. درسی یک تا. آره یه درسی.